سلام در فرا خبر امشب در این باره بحث خواهیم کرد سال آموزشی 1398 امروز آغاز شد وزارت معارف می گوید که امسال بیش از یک میلیون دانش آموز تازه در 18 هزار مکتب و مرکز آموزشی ثبت خواهند شد برنامه داریم تا 5 میلیون جلد کتاب درسی را در سال 98 تعلیمی چاپ و به دست دانش آموزان ما قرار بدیم شعار امسال معارف برتر آینده بهتر است برای بحث در این باره دکتر میرویس بلخی وزیر معارف کشور در استدیو حضور دارن بلخی سب خوش آمدین به برنامه وقتتون بخیر نخستین پرسش و گزارا پاسختانه میخوایم داشته باشم در سال پار بزرگترین چالش شرک که معارف کشور پشت سر چه بوده؟ تشکر از شما و سلام خدمت همه بینندگان شما بله. بدون شک سال 1397 خورشیدی چون سال معارف بود ما در واقع یک مطالعه انجام دادیم معارف را یکی در کجای کار قرار داریم و چالش ها هم ما فهرست کردیم هم چالش های متعارف داشتیم و هم چالش های نامتعارف داشتیم ولی طبیعتا امنیت بزرگترین چالش بوده که فرارای توسعی معارف بود و ما هر شاخصه معارف و عناصر معارف که سرش برنامه ریزی می پالیسی و استراتژی می ریختیم بعدا در تطبیقی از او به دلایل ناامنی که در سراسر کشور بود متاسفانه با مشکلات جدی مواجه می شدیم بنابراین ما اگر ام مشکلات اشاره بکنم که همه چالش های دیگه به او وابسته بود در واقع ناامنی افغانستان آموزگاران حرفه‌ای خب پیشتر اشاره کردم که وقتی ما برنامه ریزی کردیم که در رشته های ساینسی حداقل اقل برنامه های ارتقای ظرفیت گرفته شود بخصوص خصوص در سطح ولسوالی ها و روستاها در افغانستان وقتی مشکل امنیت را بررسی میکردیم باز باعث میشد که حد اقل در اینجا با یک مشکل مواجه شیم با صورت مثال اکثرا برنامه های ارتقای ظرفیت ها ما با مؤسسات و کشورهای بین المللی اما می کردیم که اینا حد اقل برند در سطح ولسوالی و کورس های ارتقای ظرفیت گرفته شد ولی وقتی از در سطح اولسوالی برنامه ریزی می کردیم. به دلائل ناامنی باز یکی یک باری برنامه به تعویق می‌افتاد. افتاد روحان از کورس های آموزشی می با... مشکل کمبود آموزگاران حرفه‌ای را از بیان بدارد؟ خب ما دو برنامه کلان گرفتیم یکی ای که تمام اساتید دوازده پاس و چارده پاس ما را داخل خدمت از طریق تربیه های معلم بلد. هم چارده پاس بسازیم دوازده ها را و چارده پاس ها بره از طریق تحصیلات عالی شانزه پاس شوه ولی اونایی که عملا اساتید چارده پاس هست در کورس های آموزشی در واقع تخصصی اینا قرار است که رشته های ساینسی را آموزش بیبرن کم بوده آموزگاران زن هم وجود داره این یک بحث جدی است یا نه؟ یک مسئله بسیار جدی هست از سه میلیون کودکی که ما بیرون از مکتب داریم حداقل اقل تا هفتاد در درصد از دختران تشکیل میده. وقتی ما ایره را عواملش را بررسی کردیم یکی از علتهای امدهش ایست که در بیرون از شهرهای کلان افغانستان آموزگاری زن وجود نداره و چون معلم زن نیست به امو دلیل خانواده ها به فرهنگی کمتر اطفالشان را به مکتب و این مشکل پا جا هست خب مشکل پا جا هست ولی حد اقل ما امسال انتظار ازیر داریم که هفت هزار معلم زن را از طریق برنامه های مختلف جانبی در معارف استخدام بکنیم آموزگاران خیالی هم وجود دارد در معرف افغانستان خب این بس یک مقدار متفاوت هست از دیدگاه ما و دلیل از ای که وقتی من مطالعات را آغاز کردم در وزارت معارف به دلیل آمارهای مشخصی که باید وجود می داشت اینمی علت ناامنی که پیشتر اشاره کردم باعث شد که ما با آمارهای نوسان مواجه شویم به صورت مثال آماری که ما از غزنی دارم از فرا دارم از کندوز دارم سه ولایت ناامنی که متاسفانه در سال جاری داشتیم هر هفته و هر ماه آمارها تغییر میکرد و این باعث شد که حد اقل ما به خاطر مکلفیت و مسئولیتی که در معارف داریم از طریق کورسای سیار یا تشکیل سیار یا معلم سیاری این ها را ایجاد میکردیم یا در بعضی اولسوالی های افغانستان یک اندازه به دلیل آمار بلند تعدیدها ها برای ما بسیار سخت است که ما آمار بگیریم از معلمین ما یا از تشکیل ما در او اولسوالی ها ولی در عین زمان اطلاع دقیق داریم از طریق شوراهای مختلف شوراهای محل که شاگرد در این مکاتب ما داریم به امو دلیل ما با واسطه بایومتریکی که ماه گذشته شروع کردیم در وزارت معارف انتظار ما است که تا پایان سال 1398 با بایومتریک شدن همه کارمندان و معلمین ما در معارف آمار دقیق و درست به دست بریم و بعد از اون مدیریت بکنیم وقتی نمیتونین بررسی بکنین آمار معلمین حاضر را در مکتب در بخش اینا هم چگونه حقوق معلمین میپردازید خب ما حقوق معلمین را از سیستم سنتی انتقال دادیم به سیستم بانکی و موبایل منی از طریق موبایل ای برنامه در ولایات هشتگانه افغانستان شروع شده و تصمیم ما است که این را وسعت بتیم در سراسر افغانستان یکی از راه های مدیریت یا اطمینان از حضور تمام کارمندان ما و معلمین ما در اداره و مکتب است که حد اقل هم بایومتریک تکمیل شد و هم پروسه بانکی و موبایل کتاب و درسی کافی در دسترس دارد کافی نه ما چلونو اشاره دو میلیون جل کتاب را پولیش تانستیم فراهم بکنیم در حدود سی و هفت میلیون دلار که دوازده اشاری دو میلیون از از طریق مطابع داخلی مطبعه یا چاپخانه بهیر چاپ کردیم که امیال مصروفی در واقع توضیح کتب هستیم در سراسر افغانستان و 37 میلیون دیگه از این هم حاصل قیاس در تدارکات ملی هست و انتظار ما است که این هم در واقع از طریق چاپخانه های داخلی چاپ شود اما ضرورت ما به صورت بررسی که ما انجام دادیم در حدود 90 میلیون جلد کتاب هست و به همین دلیل اشاریت دو جلد کتاب هم در واقع ممکن 50 درصد از مشکلات ما را حل بکنه اما 50 درصد مشکل کتاب باز هم باقی میمانه ولی ما به صورت گسترده لابی را شروع کردیم که حد اقل برای هم زمینی مادیش پیدا بکنیم تا باقی مانده هم چاب بکنیم تا 50 درصد کمبود کتاب رو برو هستین کتاب های وزارت معارف در بازار آزاد خرید و فروش میشه در بازار آزاد خرید و فروش کتاب ما زیاد موافق نیستم به دلیل از اینکه ما تمام کتاب ها و مزامین درسی ما را صافتش روی وبسایت ما میگذاریم به خاطر کتاب های مکاتب خصوصی و همیشه هم این انتظار را که مکاتب خصوصی اینا را چاپ بکنن توضیح بکنن اما بعضی از چاپخانه ها هم این کتاب ها را میگیرن چاپ میکنن و به فروش میرسن کلا تمام دیزاین نهایی را ما روی وبسایت میگذاریم به خاطر هیچ تغییری بین تعلیمات عمومی دولتی و خصوصی وجود نداشته باشه در بحث ای که شمار دانش آموزان در کشور به چند میرسن و چند درصد دانش آموزان در وضع مناسب آموزش میبینن آمار خواهی شما چه هست؟ آمارایی که ما از تمام دانش آموزان در سراسر کشور داریم در حدود 9 میلیون دانش آموز هست که حدودا 37 درصد از دختران هست اما چه تعدادی از ای از تمام شاخص های خوب تعلیمی برخوردار هستند ما فکر میکنم که این محدود میشه به سطح شهرهای کلان افغانستان ما در سطح مراکز زون ولایات درجه اول و درجه دو درجه سه مشکلی به او حد نداریم البته چالش مثل مهاجرین بیجا شدگان سیلابهای های اخیر اینا آسیب‌های بسیار جدی رساند حد اقل 140 هزار دانش آموز ما در سلاب های اخیر جنوب غربی افغانستان آسیب دید که من از نزدیک رفتم مطالعه کردم اما در شهرهایی که تهدید امنیتی نیست یا پایان هست و تهدیدهای طبیعی هم در اونجا وجود نداره حداقل ما تلاش کردیم که تمام عناصر تعلیمی در اونجا وجود داشته باشه منتها چون وضعیت در حال تغییر هست و در حال تحول هست یک قسمتی از مشکلاتی که ما حل می سازیم باز به با دلایل ناامنی یا اینیم حوادث طبیعی در واقع به مشکل بسیار جدی مواجه میشیم. به با امو دلیل ای برای یک کسی که مسئول یک نهاد یا کلانترین نهاد افغانستان باشه بسیار سخت است که برای شما دقت یا با دقت بگوید اطلاع تشکر آقای بلخی برمیگردم شما بعد ادامه فراخبر بعدتر ادامه فرا خبر بلخی که صحبت هایتان قد شد میخواین در ادامه درباره شمار دانش آموزان و هم کودکان که محروم از رفتن به مکتب هستن آمار را از شما ما یک مطالعه با همکاری تخنیکی و مادی یونسف انجام دادیم آمار نشان داد که سه میلیون تفل در افغانستان بیرون از مکتب هست و ما ای سه هشاری هفت میلیون دسته بندی کردیم در دوازده دسته که هر دسته در واقع در اثر یک علت بسیار مهم و اساسی از مکتب بیرون ماندن یا اصلا به مکتب نیامدن علت اصلی یا کلانترین علت چی بوده؟ خب علت اقتصادی بوده، علت فرهنگی بوده، علت ناامنی باز بوده علت های دیگری هم متاسفانه شایعاتی توی بحث هایی که معمولا ایجاد میشه ولی هر دوازده دسته در واقع این دوازده علت باعث شده که اینا بیرون شدن از مکتب اما امنیت فرهنگی اقتصادی مهمترین علل به حساب میه که خوشبختانه ما یک مقدار لابی که از صورت گرفت باعث شد که تا 15 میلیون دلار ما جذب بکنیم از طریق تعلیم منتظر نمیماند یا ایجیکیشن کن که ما در این دختران را و تعلیمات در حالت هسترار را این دو دسته در واقع در مورد هدف قرار دادیم که حداقل اینا را در این سال 1398 داخل مکتب بسازیم 7 بس میلیون کودک که محروم از آموزش و پرورش هستند چند درصدشان را دختران تشکیل حدودا هفتاد تا 75 درصد از دختران هست یعنی نشون میده که بیشتر مسائل فرهنگی و سنتی علت خب فرهنگی هم بوده بله در بعضی ولایات دوردست افغانستان من خودم سفر کردم مثل نورستان و بعضی شهرهای دیگه مثلا تعمیر مکتبی که ما داشته ایم در حدود سه کیلومتر دور از روستا بوده و در ای تو یک اک شهر اکثرا خانواده ها حاضر نیستن دخترانشان را به مکتب بفرستند به همون خاطر ما یک مقدار مکاتب سیار هم ایجاد کردیم در مناطقی که تجمعی مردم بوده و دخترانی هستند که آماده هستند که به مکتب برند یا تعلیمات از رای دور هم رویش کار کرده رایستیم حد اقل یا بسته های انترنتی یا موزیشی که حد اقل ما کم کم شروع کنیم که مدیریت بکنیم میره حداقل حد دخترها از تعلیم دور نمانند برنامه ریزی رویش جریان داره یک مقدار امکانات مادی لازم داره که حد اقل هر کدام برنامه باید راه بفته عمرهای کلشان نهنده 3.7 میلیون کودک محروم از مکتب است چه زمان آمور گیری شده؟ ای تقریبا ماه سرطان سال 1397 سال پار. بله نبسان داشته طبیعتا به دلیل از اینکه شما از سرطان به این طرف خود اوزای کلی کشور مطالعه بکنین این در واقع اوزا اضافه میسازه بر تعداد یا شمار اطفال بیرون از مکتب را ولی تلاش ما این بوده که حداقل روزی که من اعلانم میکردم در واقعی گزارش اونجا گفتم که ما اگر همت بکنیم که به این آمار اضافه نشود در واقع موفق هستیم دمو ما ولی دو سه دسته ای را که ما رویش کار کردیم که وارد مکتب شده یعنی در واقع آل به این آمار ما را مواجه می که آیا آمار به مشکل شکل خودش است یا اندکی کاهش پیدا کرد در شام در جمع 12 علت که شامل حال کودکان محروم از رفتن به مکتب بوده خشکسالی را هم در نظر داشتین؟ کاملا بوده؟ خشکسالی و سیلاب ها و برفباری ها و اینا هم سال, سال با بودیم مثلا یک مثال ساده خشکسالی از بادغیس مردم مهاجر با. شدن در هرات آمدن این یکی از علتی بوده که باعث شده اینا محروم شود و زمینه سازی کردین و دوباره و مكتب در کمپ های مهاجرین یا بیجا شدگان ما تلاش زیاد جدی کردیم حتی هفته گذشته من خودم در کمپ مهاجرین و بیجا شدگان نساجی بگرامی رفتم و حد اقل سنفای سیار را در اونجا در نظر گرفتیم با معلمان حق و زمه و قراردادی که حد اقل مکاتب ایجاد شود در سا شروع شود بعد به مرور زمان ما در قسمت تعمیر و زیربناهای مکاتب فکر میکنیم در بین بیجا شده ها افراد آموزش دیده هم هستند که همچون آموزش بله بله یک،, شده. یک یک دستاورد خوبی که برای ما بود امی بود که ما فکر میکردیم از کجا معلم فراهم بکنیم ولی در میان از این جماعت معلمینی بودند که اینا هم مهاجر شده بودند تشکر می, می درباره مکتب هایی که ساختمان ندارن از شما بفهمم در سال گذشته تا خود رئیس جمهور افغانستان هم اعلام کرد که 50 درصد از مکتب های افغانستان بی ساختمان هستند آمار تغییر کرده یک اندازه تغییر کرده ولی یک اندازه دیگیش ما در روب اول امسال انتظار داریم برای که سال گذشته وقت آمار 50 درصدی نبود تعمیر مکاتب اعلان شد حداقل 6000 باب مکتب در دستور کاری حکومت قرار گرفت و وزارت انکشاف دهات با همه امکانات قرار شد که با 54 دیزاین و با استفاده از مواد محلی این مکاتب را اعمار بکنه که حد اقل ما در این روب انتظار داریم که در حدود 2700 بابی از تکمیل شود اما در این زمان وزارت محترم شهرسازی هم مکاتب با قطعات پیش ساخت را با ما کار کرد که در حدود 84 باب مکتب تکمیل شد و یک سه چهار بابی از ما تسلیم شدیم دیگرش هم به آینده ای نزدیک در حدود 300 باب مکتب دیگه هم وزارت شهرسازی با ما در در اسنای کار هست که به زودی تسلیم میته و بعضی از کشورهایی که آمی معارف است در افغانستان مثل هند و کوریا و کانادا و کشورها هم همزمان با ما کار میکنند انتظار ما است که در آخر این سال حد اقل ما تا 90 درصد مشکل تعمیر مکتب ما را حل بسازیم در صورت که پروژه به همی روالی که در حال حاضر جریان داره تا آخر جریان پیدا کنه ضرب عجله که بر ساخت 6000 دو سال, بله. دو سال بود بله دو سال بود دو سال زمانش بود. و خب یک سال کامل فعلا باقی مانده سال. ولی خوبی از ایست که ما وزارت محترم انکشاف دهات از طریق سی دی سی ها ظرفیت کامل از ای را داره که حداقل در مدت زمانی تعیین شده این مکاتب را کامل بسازه و تحویل معارف بده رئیس جمهور طرح را روی دست گرفته بود تا نهات های گوناگون با وزارت و افغانستان کمک بکنند زمین سازی به تأمین و یا هم دسترسی به فناوری در مکتب ها چقدر پیشرفت داشت؟ در حدود 300 241 یک طرف و 70 باب یک طرف این 300 تقریبا 10 باب مکتب ما مجهز به اینترنت هست و ما قرار است که یک هزار باب مکتب دیگر هم تمام لیسه هایی که دسترسی به برق داره را باز مجهز به با اینترنت و سیستمی در کمپیوتر لب و کمپیوتر بسازیم اتفاقا امروز هم امی جلسه را ما با وزیر محترم مخابرات داشتیم که چگونه حداقل برنامه بعدی ما را رویش کار بکنیم و من مطمئن استم که او هم یکی از اجنده های بسیار مهم وزارت محترم مخابرات و اداره اطراح هست که با ما هم کاره در پوری مکتب هایی که مزدود هستند به هر علت میخوایم از شما آمار داشته باشم در سال گذشته حمل وقت ما به وزارت معارف آمدم اولویتی ما یکیش همی بود که تمام مکاتب مسدود یک بار آمارگیری شود که در او زمان هزار و باب مکتب به ما آمار داده شد از سراسر افغانستان که اینا مسدود هست و ما در سال گذشته در حدود 500 باب مکتب را تانستیم باز بکنیم در مناطق مختلف اما متبق... متباقی از این متاسفانه تا هنوز مسدود مانده اما حد اقل از طریق شوراهای محل متنفذین و روحانیون و هر کسی که ما میفهمیم که حداقل مفید واقع میشه تلاش داریم که متباقی مکاتب مسدود هم باز شود دلیل بسته بودن این مکتب ها نامیست شاید 99 درصدش نامنی باشه مکتب های هم دارین که در زیر ساحه حاکمیت طالبان فعال باشه بله چگونه کمک رسانی میکنین مدد رسانی میکنین و خب ما تمام مکاتب ما چه زیر اداره حکومت و چه زیر اداره مخالفین مصالح حکومت به صورت یکسان میبینیم حداقل از معاشات گرفته تا تغییر و تبدیل پرسنل تا منفکی تا تقاعد تا همیشه در واقع به صورت عادی پیش می بریم اما در مناطق تحت تسلط طالبان طبیعتا یک مقدار با مشکلات مواجه هستیم در بعضی از ولایات طالبان هم همکار هستند در قسمت از که حد اقل معارف ادامه پیدا بکنه با دختران و دختران سطح ابتدایی در کنار پرداختن به ها با مدرسه ها برخورد وزارت معارف افغانستان چگون است قرار بود زمینه سازی شود و به آموزش های دینی در درون کشور تا جلب گیری شود از رفتن دانش آموزان به مدرسه های دینی کاملت. در درون کشور خب طبیعتا مدارس همه باید ثبت وزارت معارف باشه که حداقل یک قسمت از معارف یک تعداد از معارف ثبت است و ما نظارت میکنیم کتاب میفرستیم تشکیلش در واقع میسازیم اما یک قسمت دیگه از مدارس در هر جایی وقتی ایجاد شده ما خبر نداریم هر کسی آمده در هر گوشی مدرسه ایجاد کرده و نگران هستیم در طبیعتاً به خاطر که ما یک نظارت بر تمام کار اینا تشکر. باید داشته باشیم اما دو برنامه بسیار کلان وجود داره یکی ای که ما نصاب تعلیمات دینی را با استفاده از منابع اسلامی بازنگری میکنیم و در عین زمان خود پروسه رجستریشن همه مدارس را ما امسال آغاز میکنیم نگران رفتن دانش آموزان به خاطر فراگیری مسائل دینی در بیرون از کشور هستیم خب یک بحثی وجود داره که ما حد اقل تمام منابع و مبانی معرفتی دینی ما متفاوت تر از قرائت هایی است که در بیرون از مرزهای افغانستان است به امید دلیل ما تلاش ما است که نه تنها افغانستان اشتباه بکنیم به ایلاز بلکه حتی دوباره قرائت دینی از این سرزمین باید به اطراف بره و یک اعتدال در واقع به وجود بیاید در منطقه تشکر در پایان بس می‌خویم درباره آموزگاران و وضعیتشون و حقوقشان بفهمیم در بار هم برنامه روی دست است اول که تمام معلمین ما وقت شانزه پاس میشه که ما در واقع بدون قید و شرط و بدون محدودیت از طریق وزارت محترم تحصیلات عالی و تربیه های معلم در معارف به دنبال ارتقا هستیم ولی این ارتقا صورت بگیره معاشات قابل قبول میشه به دلیلی که حد حداقل تا 15 هزار میرسه ولی تا او زمان ما ترهای مختلفی را هم تلاش کردیم که یک مقدار کمک بکنه برای معلمین ما واقعیت است که ما توسط بایومتریک شدن اول آمار صد درصدی همه معلمان ما دست ما بیایید و دومی دو که شما می که یک مقدار مشکلات مالی هم وجود داره در حکومت که انشالله از طریق مختلف بدیل هایی را جستجو داریم تا به این نتیجه هم برسیم در باب بهبود وضع معیشت آموزگران و های از گذشته تا اکنون وجود داشته از کچکول معارف گرفته تا شرک های معلمین درباره کچکول نمیخوایم بکنیم و ما شرک های معلمین سبب خب کچکول هم ما به کار کردم صندوق قرضه معلم بود که امسال ما حد برای 25 هزار معلم تانستیم قرضه بتیم و این پول در حال افزایش است از طریق کمک های خیریه و بعضی مراجع دیگه شرک. اما شرک های قابل استطاعت رویش کار کرده راستیم به زودی نهایی میشه که یک قسمتی از به اصطلاح تاسیسات ابتدایی شهرک هم وزارت شهرسازی تکمیل میکنه بعد از او در خدمت معلمین میتیم تشکر دکتر ولخی وزیر معارف افغانستان شما. در برنامه با ما و تشکر از بیننده های گرامی هم که تاکنون همراهی امان کردند وقت بخیر